یازدهم الی 22 بهمن ماه 1393. اگه فقط یه سرمدی دفع شده، پس حسین سرمدی کیه؟ سلام، اینی که شما می‌بینین نوآوری آقای ساداتیان برای فیلمشون بروشور زدن. ببین چقدر اینا احترام گذاشتن به مخاطب و اصحاب رسانه، بروشور زدن انگار تئاتر. مهتاب کرامتی، باران کوثری، پگاه هنگرنی، مصطفی زمانی بازیگراش بودن، اما فقط آقای زمانی اومد. نشست جالبی بود، فیلم جامدران. ببینیم با هم گزارشش. شما به عنوان بازیگر ستاره سینما مطرح این که نقشای مختلف و جذاب و با گریم های متفاوت رو انتخاب میکنین، این به اون ستاره بودن لطمه نمیزنه؟ من اصلا فکر میکنم، من سینما چون این کار دوست دارم و دوربین جاییه که من زندم، بعد دوربین من باید اونی باشم که کنترل شده است. خیلی موقع ما دوست داریم بزنیم تو گوشی یکی، همه نمیزنیم که باید تو فیلم میتونم بزنم تو گوشی یکی دیگه، بارها گفتم. حالا اون نقش چه گریمه بخواد، اون دیگه نگاه کارگردان و طراح گریم. من سعی میکنم دخالتی توش نکنم. هیچ وقت مثلا با این شرط نرفته سر کار که من همین چهره که بیرون هستم باید بیام جلو دوربین؟ نه نه. در مورد فیلمتون جامدران به ما بگیم و اینکه یک فیلم اقتباسیه. فیلم اقتباسی یکم حرکت روی لبه تیغه دیگه، یعنی اگه در نیاد بعدن سر صدا میکنم میگن که در نیام. چطور در اومده به نظرتون کار؟ ببین ما که به هر حال فیلمو ساختیم، طبیعیه که به نظرمون کارمون رو انجام دادیم. امیدوارم که مخاطب که نگاه میکنه ارتباط میگیره، همین حس ما رو داشته باشه که در حقیقت فیلمی ببینه اقتباس شده از یک رمان، و شاید اگه یک کمی جلوتر هم بریم یا بهتر از اون یا به هر حال در حد اون. جامدران یک رمان پرفروشه، فیلم شما هم پرفروش میشه؟ من فکر میکنم که فیلم ما با مخاطب ارتباط میگیره. آقای ساداتیان، شما من تایید کننده مطرح هستین که یا فیلم نمیسازه یا اگه بسازه فیلم خوبی میسازه. جامدران چه ویژگی داشت که شما مجاب شدین برین سراغ ساختش؟ قطعا ادامه همون مطلبیه که جناب علی فرمودید. خب فیلمی نامه‌ای که اقتباس از یک رمان خوب و پرفروش، و این رمان خیلی خوب تبدیل به یه فیلم نامه شده و این دلیل باعث شد که من فیلم نامه رو انتخاب بکنم. گفتین قصه فمینیستی، حالا منظورتون این بود که فیلم زنانه است، درسته؟ حالا فمینیست رو بیشتر بر اساس اینی که روی محور یک خانوم دور میگذنه، یعنی سرنوشت اون خانوم به تصویر کشیده شده که حالا نقش آقایون توی سرنوشت اون چه شکلی یا نقش خانواده است، جامعه و و و. خانم اسدی، اولا که تبریک میگیم، روز تولدتون مصادف شده با نشست معرفی فیلم. چرا اومدین خانم؟ میتونستین برین قشنگ کارای تولدتون انجام بدید. احترام خاصی احتمالاً برای اصحاب رسانه قائل شدین اومدین دیگه. شما فکر می‌کنین واقعا من تو این سن و سال میرم تدارک میرم برای تولدم مثلا کیک و شام مهیا می‌کنم؟ خانم اسدی، گفتن که فیلم زنانه‌ایه که قصه توش خیلی جریان داره. بعد از طرف دیگه مصطفی زمانی گفت بازیگران این فیلم برای سینما توی این فیلم بازی کردن، یعنی برای زنده نگه داشتن سینما. ویژگی این فیلم چیه که مصطفی هم چرف زد؟ و در مورد نقش خودتون هم بگین. فکر می‌کنم کار سختی داشت. نه نه نه، منظور من اینه که اصلا در این مورد هیچ چیز نپرسین فعلا. مگه فیلمو ندیدین شما؟ چرا دیدم. خب وقتی فیلم دیدید توضیح کوچیک میتونید نمون نقشتون بگید دیگه؟ چه توضیحی میتونم بدم؟ ببینید خیلی باید آدم سنجیده صحبت بکنه که لطمه به قصه. ما همیشه عادت داریم خانم اسدی مهربون رو جلو دوربین ببینیم. خب الان هم این اتفاق افتاده، ما یه چیز متفاوت از شما ببینیم. خیلی چیز متفاوتی نمیبینید. نه نرماله. ببینید تو فروش چقدر موفقه و در درجه اولاتر در جشنواره نگاه داورا بهش چطور خواهد بود؟ داورا وقت نگاه نو گذاشتنش. ناراحتی از این موضوع؟ نه، من اصلا برام فرقی نمیکنه کجا میذارنش. مگه اون موقع
ولش کن اصلا، کلا جشنواره رو احترام میذارم به سلیقه‌شون، ولی به نظر من هیچ جای دنیا نیست کیفیت یک فیلم در هر جشنواره مهمه. یه بچه 20 ساله بخونه توی کن پارسال مهمترین فیلم کن رو داشت، 20 سالشه. فیلم ربطی به سن و سال نداره، مهم نیست جایزه بدید، اینجا مسابقه فوتبال نیست رقابت کنید، هنر رقابت نداره. مثلا سال آخرم گفتیم ما این فیلمو بازی کردیم به خاطر سینما، یعنی چی؟ سینما نفس نمیکشه، این فیلم ها یه کپسول اکسیژن گاهی بهش وصل میشه. شرایط اقتصادی جامعه بسیار بده متاسفانه، مسئولین به وعده هاشون هم عمل نمی کنن و سینما داره نابود میشه. بدانید که سینما اقتصادش بخش خصوصیه. فیلم شما امسال تو بخشی از جشنواره است که فقط دو تا سیمرغ میتونه ببره، اون دو تا سیمرغ رو میبریم؟ من نمیدونم چه سیمرغیه، چون تو گفتن سودای سیمرغ نیست، ما دیگه فکر سیمرغ نکردیم. من این سوال میکنم، اگه قرار باشه فیلمای اول فقط به قول شما در دو قسمت داوری بشن، خب سالهای آینده اون که فیلم اول رو میخواد بسازه، مثلا طراح صحنه‌اش به نظر شما انرژی و وقت و حوصله آنچنانی که برای ساخت یک فیلم باید بذاره میذاره چون وقتی قضاوت نمیشه؟ Thank you.